زندان وکیل‌آباد مشهد با فجایع انسانی. در قسمت اول به ساختار زندان وکیل‌آباد تا کارگاه بند 6 پرداختیم. در این قسمت به ساختار بند 6 می‌پردازیم. بند 6.1 تعداد 7 عمومی و 2 سوئیت دارد که برای زندانی‌های زیر حکم اعدام است. شب قبل از اعدام زندانیان را از داخل بندهای عمومی به این محل می‌آورند و به سوئیت‌های بند 6.1 منتقل می‌کنند. زندانیان سیاسی نیز در این بند محبوس هستند. بند 6.1 تنها بندی است که درب ورودی آن مانند درب یک اتاق اداری و بی‌نام و نشان است و علامتی ندارد تا کسی متوجه بند زندانیان سیاسی نشود. در کنار آن، حفاظت اطلاعات زندان با یک درب اختصاصی قرار دارد که داخل بند 6.1 باز می شود. کلیه زندانیان سیاسی در هر اتاق با دو دوربین نصب شده زیر نظر هستند. در ابتدا و انتهای حمام و توالت هم دو دوربین نصب شده و کلیه تحرکات زندانیان در هر نقطه‌ای کنترل می شود. عمومی های بند 6.1. عمومی 1 خدمات و وکیل بند. عمومی 2 شامل معتادین به قرص و متادون و کارت قرمزی های زندان وکیل‌آباد. عمومی 3 شامل زندانیان خارجی، متهمین مواد مخدر و زندانیان عقیدتی. عمومی 4 شامل زندانیان عقیدتی اهل سنت. عمومی 5 شامل افرادی که سابقه حضور زندانیان سیاسی را دارند می باشند. عمومی 6 شامل کسانی است که در بندهای دیگر دعوا، مواد فروشی و خلاف می‌کنند. عمومی 7 شامل موارد ممنوع الملاقاتی ها می باشند. ممنوع الملاقاتی ها ممکن است قاتل، کلاهبردار، قاچاقچی و یا عقیدتی و سیاسی باشند. بستگی به دستور قاضی پرونده داره. این افراد از همه حقوق خود از جمله حق ملاقات با خانواده و تلفن محروم هستند و حتی گاهی اوقات از هواخوری هم محروم می شوند تا زمانی که قاضی و بازپرس دستور بدهد. زندان انفرادی یک درب فولادی سلایی دارد. ابعاد آن 3 در 2.5 متر است. 2 دریچه کوچک روی درب قرار دارد. 1 دریچه مقابل صورت زندانی هنگامی که می ایسته و برای دریافت غذا و دارو است. و 1 دریچه دیگر پایین پا قرار داره که برای از بین رفتن بخار موجود و بیرون گذاشتن زباله هاست. 1.5 متر از فضای سلول برای حمام و توالت استفاده شده. بوی توالت و بخار حمام زندانی رو به شدت آزار میده. جایی برای پهن کردن لباس و حوله وجود نداره. حوله‌ای که به زندانی میدن هیچگاه تعویض نخواهد شد. به هر زندانی نفری 3 پتو میدن، اما پتوها بسیار کثیف و بدبوست چون شسته نمیشود. بله، این گوشه‌ای بسیار کوچک از نقض فاجعه بار حقوق انسانی در زندان وکیل‌آباد است.